گوهر کش است گوهر دشت، خبر آن بود که در آستانه 35 سالگشت همه کشی تابستان 67، یکی از دو مکان اصلی اعدام های تهران به بهانه که تغییر کاربری و رعایت حقوق شهروندی از جانب کسانی که در بود نامبارکشان با شمشیر زنگ زده که تحجر به جنگ مدنیت رفتن تعطیل شد. جای جای خاک آن گوهر کش مکان خیس خون است، چه غربت ها در یخ دیوارهایش نهفته، چه زخم ها در آن تبلبل یافته و چه خون ها بر سر دیوارهایش شتک زده. در راهروی اصلی و کریدور مرگ با آمفی‌تئاتر یا حسینیه با دارهای از پیش تعبیه شده، در دار رقصی روزگاران خاطره عظیم ملتی پرپر کردند. از سرنوشت چشمندها و دمپایی های پلاستیکی تلمبار شده بر فرغون های مرگ و عینک هایی که چشم صاحبانش توسط کلاغ های چشم کش به در آمد بیخبری، در همین مکان در صبح 7 شهریور پیر کودک آذری جلیل شهبازی شیچه مربا بر رگ کشید تا غرور به امانت بماند. هنوز نیمه جانی داشت که شیخ مقیسه بالای سرش آمد و تمام کشش کرد تا شیتیل مرگ دریافت کند و بشود قاضی شعبه 27. این گوهر کش مکان نشان از مرگ دارد. ترس جای هجوم به غرور آدمی است، با رد پایی از خون که زندان سیاسی هر کجا که باشد نشان از غیاب آدم دارد. میخوان کوری به پراکنن، قصدان است دیگر به در انتهای راهروی مرگ که مشرف به حسینیه بود نگاه نکنیم. بکیش ها را در کنار همین راه رو نشاندن تا مرگ به تساوی بینشان تقسیم کنند. مهدی فریدونی، بیژن بازرگان، منصور نجفی، جان بخش سرخوش، جعفر بیات، مجید وری، حسین آج محسن که هنوز دارد به گلها آب میدهد، رسول رضاییان که لابد برای دخترکانش کار دستی میسازد، محمود آقای علیزاده با یاد سلماجدش، من جل میشم سیزه گناه، جیران من باخ باخ و عبدیان سوتر از تعراق رو لیلوی پور رضا بلند خانی می کند. استخان بیشمار جانهای جوان که در کامیونها یخچالدار حمل گوش به خاوران برده شد و در گمگورهای میهن پرپر شده بر خاک پشت حاشیه شد. این مکان را در گذرگاه وجدان تاریخ خیس گریه باید رفت. گوهردشت مکانی نیست که تنها عبورگاه مردگان خاموش باشد. یاد است به جای فراموشی. خوب که نگاه کنیم تکه‌ای از دلمان در آن مکان جا مانده که گوهر کش است گوهر دشت.